درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه دوم ماه می در روز معلم در ایران نگاهی داریم به وضعیت معلمان در ایران. معلمی شغل نیست، عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده ای، رهایش کن. آیا این توصیف نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی تصویر منصفانه ای از واقعیت زندگی معلمان در ایران است؟ معلمان در میان آرمان‌های آموزشی و تربیتی، مشکلات معیشتی و آزادی‌های فکری و سیاسی با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند؟ 12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم در ایران است. از شما پرسیدیم مناسبت روز معلم در ایران چیست؟ همونطور که میبینید کاربران فیسبوک افق گزینه خودشون رو اکثریت انتخاب کردن. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voenews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در هفت پرده به وضعیت معلمان در ایران. زهرا رهنورد خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی: این چه منتی است که بر سر ما میگذارید که محیطی امنیتی و پلیسی در جامعه برقرار کردید. به مبارکی دو روز بزرگ کارگر و معلم، همه کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید. سپس زنان را آزاد کنید و پس از آن باقی زندانیان گمنام یا مشهور را آزاد کنید. حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش، در نماز جمعه تهران: به لطف خدا تمام امکانات آموزش و پرورش را به همراه فرهنگیان سراسر کشور به کار خواهیم گرفت تا لبخند رضایت را بر لبان مبارک رهبر انقلاب بنشانند و ملت نیز احساس رضایت کند. ستار هدایت‌خواه، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی: در سالهای قبل از انقلاب اسلامی، معلمان نسبت به کارکنان سایر ارگانها و وزارتخانه‌ها کمترین درآمد را داشتند، اما در سالهای پس از انقلاب این شرایط دگرگون شد و بهبود پیدا کرد. بیش از 300 فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم نسبت به وضعیت معلمان دربند در ایران هشدار دادند. جبار کوچکی نژاد، نماینده مجلس: 25 نماینده خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. آتش سوزی مدرسه‌ای در پیرانشهر و فوت و سوختگی دانش آموزان، کشته شدن بسیاری در تصادف خودروهای حامل معلمان و دانش آموزان، وضعیت نامعلوم استخدام معلمان حق و تدریسی و نابسامانی‌های موجود در آموزش و پرورش از مهمترین دلایل استیضاح حاجی بابایی است. داوود روستایی، قائم مقام سازمان دانش آموزی: حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را تکلیف خود می داند و صرف نظر از نتیجه در صدد است به تکلیف خود عمل کند. محمد خاتمی، در دیدار با جمعی از معلمان: جا دارد یادی کنیم از مهندس موسوی و خانم رهنورد که هرچند معلم بودند و هستند، هنرمند و سیاستمدار هم هستند. تعداد قابل توجهی از معلمان امروز گرفتارند و مشکلات زیادی را تحمل می کنند. امیدواریم فضایی باز شود که معلم بتواند در جامعه ما کار خود را انجام دهد. مهمان امشب افق، شاهد علوی، عضو پیشین شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان در ایران هستند. با شاهد علوی درباره وضعیت امروز معلمان و تلاش برای بازنویسی تاریخ درباره روز معلم به گفتگو نشستیم.
ابتدا با توجه به شکل سالگرد 12 اردیبهشت روز معلم، یک تصویر کلی به ما بدین که وضعیت جامعه معلمی الان در ایران چگونه است؟ بله، سپاس از دعوتتون. عرض بودتون که البته دادن تصویر کلی از جامعه معلمی دشوار هست، اما اگر بخوایم در واقع بر اساس یک سری شاخص ها مشخص بکنیم که وضعیت کلی به چه شکلی هست، من مایلم 4 شاخص رو اینجا در واقع روش انگشت بذارم که ارزیابی این شاخص نشون میده که الان وضعیت به چه شکل هست، جامعه معلمی در واقع چه وضعیتی الان داره در ایران. این شاخص ها به نظر من امنیت شغلی هستند، رفاه اقتصادی هست، شأن اجتماعی هست و رضایت شغلی. اگر اینا رو در واقع بخوایم ارزیابی کنیم در خیلی سریع و در حد یک ارزیابی کلی، وارد جزئیات زیاد نشیم، امنیت شغلی رو که به هر حال میدونیم که تعریفش این هست که فرد در قبال انجام وظایفش در چارچوب و استانداردهای پذیرفته شده احساس امنیت بکنه در مورد آینده کاریش. یعنی معلم نگران این نباشه که هفته، ماه یا سال آینده آیا سر کار خواهد بود یا نه. در ما دو گونه استخدامی معلمی در ایران داریم. معلمان پیمانی یا قراردادی که اساساً شغلی ندارن به خاطر اینکه قراردادهای یک ساله دارن و هر لحظه ممکنه بهشون اعلام بشه که سالی سر کار نیستند. اینها هم زیر فشار حراست هستند، هم فشار گزینش و هم نوع قراردادشون که این امکان رو میده که به هر دلیل در واقع آموزشی، اقتصادی، بودجه مدرسه یا به آموزش منطقه از کار بیکار بشن. منتها تنها مشکل این نیست در واقع. معلمان رسمی هم به گونه دیگه امنیت شغلی ندارن. برخلاف اون تصور میشه که خب معلم استخدام میشه، 30 سال، 25 سال کار میکنه، بازنشسته میشه. نه، به هیچ عنوان اینطوری نیست در واقع. به این من ادام از این رو هست که اگر بپذیریم که وظیفه معلمی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی قابل قبول و در چارچوب کنوانسیونی که الان وجود داره فقط تدریس نیست، در واقع مدرس بودن بخشی از وظیفه معلمی هست. معلم آموزش نمی دانش آموز میده. معلم ارزش های جهان شمول به دانش آموز در واقع در حین فرآیند آموزش تلقین میکنه. اما متاسفانه تجربه سال‌های اخیر نشون میده که بسیاری از معلمان ما که خواستن معلم باشن، من دقیق کلمه، دقیقاً به خاطر انجام وظایف معلمی در واقع از شغلشون یا منفک شدن، اخراج شدن، بازداشت شدن، به گونه‌ای در واقع امنیت شغلشون از دست دادن. یعنی این نگرانی همیشه برای بخش وسیع از معلمای ما هست که اگر بخوان به معنای دقیق کلمه معلم باشند، آیا سال دیگه یا ماه دیگه هم معلم باقی خواهند موند یا نه؟ بدین لحاظ این شاخص در واقع ارزیابیش خیلی منفی است متاسفانه. رفاه اقتصادی رو که فکر می‌کنم نیاز به گفتن زیاد نداشته باشه، هم از لحاظ در واقع شاخص مربوط نسبی، یعنی قیاس معلم با اون چه که در گذشته بود یا اون چه که انتظارش در آینده داره، هم از لحاظ در واقع شاخص‌های مطلق، معیارهای مطلق، معلمان در وضعیت بسیار اقتصادی هستند الان. در تمام سالهای بعد از انقلاب هیچگاه حقوق معلمان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده. یعنی متاسفانه معلمان سال به سال فقیرتر شدند. شاخص در واقع شأن اجتماعی دور نیست زمانی که ما بیاد میاریم که معلمان به عنوان یکی از گروه های مرجع اجتماعی در ایران شناخته می شدند. به خاطر شأن در واقع فالت فرهنگی، ارتباطشون با دانش آموز و دوریشون از زدبندهای اقتصادی، معلمان جایگاه بسیار خوبی در جامعه داشتن و همیشه محل رجوع بودن در روستاها، در شهرها، و معلم بودن یک امتیاز اخلاقی بود. متاسفانه الان این جنبه هم زیر سوال رفته. یعنی کنکور محور دارالمصوره درگیری بسیار زیاد معلمان با شغل‌های جانبی که یکی از جنبه‌های بسیار منفیش همین شغل‌های آموزشی کاذب هست. یعنی آماده کردن دانش آموز درسم به دانشگاه که در واقع ربطی به آموزش مدرن نداره. یعنی فقط دانش آموز در واقع آموزش می‌تونه چطور تست بزنه و چطور در کنکور تستی موفق بشه، لزوماً با سواد نخواهد شد دانش آموز. این جنبه هم در واقع الان معلم جایگاه صاحبشو نداره. از لحاظ شأن شغلی به شدت در واقع افت کرده جایگاه معلم و عملا معلمای ما اون شأن سابق رو ندارن. جنبه در واقع پارامتر آخری من می‌خواستم اشاره بکنم رضایت شغلی هست. رضایت شغلی به همه این سه فاکتور قبلی ربط داره. وقتی رضایت شغلی برای معلم یا هر کارمندی، هر شاغلی وجود داره که در اون شغل هم امنیت کاری داشته باشه، هم وضع اقتصادیش مطلوب باشه، همین که با اون شغل در واقع جایگاه اجتماعیش رو ارتقا بده. وقتی معلم
اون سه جنبه دیگر رو از دست میده یا در واقع در خطر قرار میگیره، قاعدتاً دیگه احساس رضایت شغلی هم نخواهد داشت. درگیری معلمان در شغل‌های کاذب، در چه میدونم تدریس خصوصی، کار بنگاه، کار معاملات مسکن یا مسافرکشی و مواردی از این دست، در واقع باعث شده که معلمی شغل اول معلمان ما نباشه الان. واقعا این شغل جانبی هست. البته این همه رو شامل نمیشه 100%. ما داریم تصویر کلی میدیم که جنبه‌ای رو که بیشتر به چشم میاد میبینیم. حتما الان هم معلمای خیلی خوبی داریم که براشون مهمه، با همه سختی‌ها میسازن و تلاش میکنن واقعا معلم بمونن. منتها تصویر کلی اصلا مطلوب نیست. روز معلم برای معلمان امروز چه معنی داره؟ چه رابطه‌ای هست بین اون چیزی که با من روز معلم ازش یاد میکنیم و جنبش معلمان؟ در واقع سوال بسیار به جای هست جناب دهخانپور. اساسا روز معلم میشه گفت شروع جنبش معلمی در ایران هست به یک شکل. یعنی اگر به گذشته برگردیم، اشتباه نکنم سال 39، اسفند 39 که به خاطر وضعیت بد معلمان بحث تغییر اشلوغ معلم مطرح شد، در دولت جدید شریف امامی این بحث اومد و در اردیبهشت در مجلس طرح شد. روزی که این بحث در مجلس طرح میشد، بررسی اشلوغ معلمان توسط دولت در بودجه مجلس در بودجه گنجونده میشد، معلمان در اعتراض به اینکه برای حقوق معلمان سقف در نظر گرفته بودند و تناسبی با شرایط اقتصادی اون روز جامعه نداشت، اعتراض کردن، به خیابون اومدن. این اعتراض معلمان که میشه گفت اولین اعتراض جمعی و در واقع اثرگذار جامعه معلمی در ایران بوده، در اردیبهشت 12 سال 40 منجر به شهادت دکتر خان علی شد، یکی از معلمانی که در اون صحنه حضور داشت و باعث گسترش اعتراضات شد. و این اعتراض 10 روز حدوداً طول کشید، نهایتاً در 19 اردیبهشت البته کم کم دیگه جمع شد با از در واقع با استعفای شریف امامی، تأسیس دولت جدید علی امینی و وزیر شدن آقای درخشش که اون مقطع یکی از فعالین جنبش معلمان بود و رئیس باشگاه مهرگان بود. بعد از این حادثه است که معلمان تصمیم گرفتن این روز معلم بگذارن و در تمام سالهای قبل از انقلاب هرچند کم رنگ اما در فضاهای معلمی در مدارس این روز در واقع گرامی داشته میشد و مراسمی برگزار میشد. چه اتفاقی میفته بعد روز شهادت مرتضی مطهری رو میکنن روز بعد؟ در واقع من میخوام اینجوری به سوال شما برسم. بهبود نسبی و اقتصادی معلمان باعث میشه که فضای جنبش معلمی، جامعه معلمی تحرکاتش خیلی کمتر دیده بشه تا مقطع سال 56-57 که دوباره باشگاه در اون فضای انقلابی باشگاه مهرگان دوباره تأسیس میشه، معلمان وارد فعالیت سیاسی دوباره میشن و نقش بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب دارن با تعطیلی مدارس، اعتصاب مدارس. این فضای پر جنب جوش سیاسی در امسا ادامه پیدا میکنه، پر جنب صنفی و سیاسی امسا در واقع تداوم داره تا بعد از انقلاب. بعد از انقلاب که در واقع سال 58 آزادی سال 58 مرتضی مطهری توسط گروه فرخان ترور میشه. جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده میکنه، با توجه به شأن چیزی هم که داشته ایشون، شأن تدریس در دانشگاه داشته آقای مطهری، میان و همون یادواره‌ای رو که معلمان سالها گرم داشتن بهش رسمیت دولتی البته میدن. از نظر معلم همیشه رسمی بوده، منتها دولت میاد در واقع از این فرصت استفاده میکنه و همین روز 12 اردیبهشت که روز شهادت دکتر خان علی هست و شهادت مرتضی مطهری، این رو میکنه به عنوان روز معلم بهش رسمیت میده. و سالهای اولی هم در واقع بدنه معلمی خیلی خوب تو این روز مراسم برگزار میکرد، حرفاشو میزد، منتها بعدن که همه جریانهای در واقع مستقل سرکوب شدن و انجمن اسلامی، جامعه اسلامی به عنوان انجمن اسلامی معلمان منظورم است، به عنوان بازوهای ایدئولوژیک سیستم وارد کار در واقع فضای معلمی میشن، عملا این به مراسم فرمالیته رسمی در واقع خارج از کنترل معلم تبدیل میشه تا میرسیم به سال 76 و قضایای در واقع معلمان و کانونهای صنفی که بعدن از اون سال تأسیس میشن. در واقع کشته شدن مرتضی مطهری بهانه میشه برای بازنویسی تاریخ به شکلی در بله متاسفانه از این لحاظ که در روایت رسمی هیچگاه به موضوع خان علی اشاره نمیشه. یعنی برای در واقع برای کسی که تاریخ رو نخونده باشه اینطور القا میشه که روز معلم روزی هست که اردیبهشت 58 مطهری شهید شد یا ترور شد و این روز معلم در این روز بوده، این روز در واقع 30 سال قبل 20 سال قبل از اون وجود داشته. خب این کانونهای صنفی، اتحادیه‌ها، معلمان از اون مقطعی که الان صحبت کردیم و حالا به شکلی اگه بشه بهش به عنوان دوران طلایی
معلمان یا حداقل اتحادیه‌ها ازش اسم برد تا امروز واقعا به کجا آمدیم؟ دستاورد اینها چه هستش؟ چطور میشه این فاصله رو فشرده کرد؟ بله، اگر بخوایم در واقع این رو در قیاس، یعنی به قیاس بگیریم، بگیم که وضعیت الان جنبش معلمی و سازمان‌های معلمان کجا ایستادیم، به چی رسیدن، دستاورد چی داشتن در این نقطه، در این زمان حال، این رو اگر بخوام قیاس کنیم با در واقع اولین مقطع اعتراضات معلمان در واقع جنبش معلمان سال 40، فکر میکنم که اون جنبش در اون مقطع خاص موفق بود به خاطر اینکه خواسته های معیشتی روشن داشت و اتفاقا دولت تسلیم شد، دولت جدید اومد و وضعیت معیشتی معلمان در اون مقطع بهبود پیدا کرد و بعد هم تحت تاثیر در واقع رونق اقتصادی زمان رژیم گذشته این وضعیت ادامه داشت تا سال 58 و تا زمان بعد از انقلاب. منتها بعد از انقلاب در واقع تصفیه های بسیار وحشتناک و غلط رجایی در آموزش پرورش باعث اخراج گسترده طیفی وسیع از بهترین معلمان ما در ایران شد و این در واقع باعث رکود همه فعالیت های معلمان در ایران شد. یعنی معلم دقیقا تبدیل شد به اون مدرس ایدئولوژی حاکم در مدرسه. این وضعیت تا سال 76 ادامه داره. تصفیه بیشتر توی گرایش چپ انجام میگرفت یا در واقع من میخوام بگم که همه معلمان منتقد که خب به هر حال یه طیف وسیع از معلمان گرایش چپ داشتن تحت تاثیر فضای سیاسی که اون موقع حاکم بود، جو سیاسی روشنفکری در جامعه، منتها فقط نور شامل نشد. همه معلمانی که به نحوی منتقد فضای حاکم بودند یا در واقع معلم معنای دقیق کلمه بودند به شکلی قربانی این تصویر یا سکوت کردن یا اخراج شدن. سال 76 سالی هست که این فضا در واقع تغییر پیدا میکنه، یعنی دوباره در متاثر از فضای اصلاحات، دولت اصلاحات، امکان در واقع میشه گفت نوزایی جنبش معلمان مثل بسیار جنبش‌های اجتماعی دیگه پیدا میشه. در تهران، در شهرستان‌ها، در استان‌های مختلف ایران جنبش‌ها و سازمان‌ها و کانون‌های معلمان فعال میشن، مجوز فعالیت میگیرن، خودشون سازماندهی میکنن و در واقع در مدارس حضور بدن میکنن و دنبال مطالبات صنفی میرن. این مطالبات رو در واقع چیز میکنن، به طبقه بندی میکنن و منتقل میکنن به بدنه مدیریت آموزش و بدنه در واقع اداره جامعه دولت. در اون مقطع میشه گفت فصل درخشان دیگری از در واقع جنبش معلمان ما میبینیم از سال 76 تا سال 84 تا زمان آمدن آقای احمدی نژاد. معلمان اعتصابای موفق داشتن، تجمع موفق داشتن، تونستن در واقع گفتمان جامعه معلمی رو در به عنوان گفتمانی که صرفا معیشت محور نیست، گفتمانی هست در واقع دنبال نهادینه کردن ارزش‌های انسانی در فرایند آموزش هست، گفتمانی که تلاش میکنه دانش آموز رو به جامعه پیوند بده از راه درستش. این گفتمان در اون مقطع گفتمان غالب هست، هرچند در جاهایی با مشکل مواجه میشه، بهش هم انشالله خواهیم پرداخت اگه فرصتش باشه. منتها بعد از سال 84 دوباره به خاطر در واقع متأثر از فضای سیاسی جامعه و سرکوب همه جنبش‌های اجتماعی، جنبش معلمان هم سرکوب میشه. چند تا از بهترین فعالین در واقع به زندان میرن یا از آموزش اخراج میشن یا مجبور میشن که از کانون‌ها کناره بگیرن و بعد هم عملاً در بعد از سرکوب سال 88 سازمان معلمان هم در واقع به شکلی حاشیه نشین میشن. هرچند هنوز بعضی گردهمایی‌ها و صدور بیانیه‌ها وجود داره، همین اخیراً هم بیانیه برای این روز معلم صادر شده توسط کانون معلمان ایران، ولی متأسفانه به همین حد در واقع ختم میشه فعالیت به خاطر اینکه اساساً فضای فعالیت وجود نداره. خاطرتون هست که دوره رجایی چه تعداد رو تصفیه کردن؟ آیا آماری وجود هست؟ قطعاً آمار هست، متأسفانه من حضور ذهن ندارم، نمیخوام آمار اشتباه بدم تو این برنامه، ولی در واقع قشر بسیار زیادی از معلمان در کردستان که آمار بسیار زیادی هست، یعنی اینا به شدت کم بوده معلم آوردن، منتها فقط کردستان نبود، مختص کردها نبود، در همه ایران بود، منتها معلم متأسفانه آمار ندارم. در ادامه این گفتگو از شهد علوی در مورد دلایل ناکامی های جنبش معلمان، قابلیت های کانون های صنفی و وضعیت معلمان در بند پرسیدیم و در پایان یاد کردیم از فرزاد کمانگر، معلم کرد که 19 اردیبهشت سال روز اعدام اوست. علت این در واقع برشک با توجه به اون دوره که گفتید 76 تا 84 که گفتمان معلمی و خواستای صنفی معلمان جسارت پیدا میکنه و
زبان برنده تری پیدا میکنه، چه اتفاقی میفته که اساساً چه در اون دوره و حالا بعد دوره احمد نژاد رو هم میشه بهش پرداخت که خود وزارت آموزش و پرورش چه نقشی توی این ماجرا بازی میکنه؟ چه میشه که اینها به اهدافشون نمیرسن؟ برش درسته که اعتراضات برپا میشه، خود شما تصاویر ویدئویی ازتون هست که در اون روزها سخنرانی میکردید، اعتراضات بیان میشد، هزینه هاشم پرداخته میشد، ولی آیا واقعا بود که شما بگید که ما این کارو کردیم و به اون اهدافی که میخواستیم رسیدیم؟ چرا به اهداف نرسید؟ علت چه هست اعتراضات؟ نکته درست میفرمایید. در واقع معلمان از لحاظ در واقع اهداف معیشتیشون در این مقطع خاصی به برخی از اهدافشون رسیدن. همون قانون خدمات کشوری در واقع تصویبش در دولت و در مجلس بخشش محصول تلاش سازمان معلمان هست و اعتراضات جامعه معلمی، اما این حقیقت داره که متاسفانه ما به همه خواسته هامون یا حتی در واقع به خواسته های اصلیمون نرسیدیم. یعنی رسیدن به یک خواسته وقتی معنا داره که اون خواسته در طول زمان امتداد داشته باشه. اینکه ما در مقطعی وضع معیشتمون بهتر شد یا فضایمون برای در واقع آزادی بیان در مصالحش بیشتر شد به این معنا نیست که ما موفق بودیم، به خاطر اینکه عملا فضا به حالت قبل از اون شرایط برگشت دوباره متاسفانه. من میخوام بگم این دو علت داره. علتی که بیشتر در جامعه معلمی هست اینه که خیلی خب ما هم مثل همه جنبش‌های اجتماعی سرکوب شدیم و فعالونمون رو زدن، نیروهای شاخص حذف شدن، کنار گذاشته شدن، چه می‌دونم بازداشت شدن، تهدید شدن، تبعید شدن و به شکل مختلف در واقع. منتها نکته اینه که این فقط بخشی از مشکل هست. من میخوام بگم که بخشی از مشکل به خود کانونها و تشکلها و در واقع دیدگاه حاکمشون برمیگرده. به این معنا که خود ما در کانونهای صنفی معلمان در اون مقطع یکی از چالشامون این بود که بخشی از فعالین صنفی که مسئولیت در کانونهای صنفی خودشون در رسانه خودشون داشتن واقعا فکر میکردن گفتمان صنفی معلم صرفا گفتمانی معیشت محور هست که خب اینطور نبود. و ما تلاش کردیم و تا حدی هم موفق شدیم که اینو عوض کنیم، هر چند نتونستیم به هدفی برسیم در سطح جامعه معلمی در کل جامعه. منتها این نگاه معیشت محور و این نگاه که معلم رو در ادامه در واقع نظام ایدئولوژیک حاکم میدید و فکر میکرد ما همه جزء این سیستم و نظام هستیم، ما جزء نظام قانونی هستیم، این مشکل نداره، منتها خود رو در مقام سخنگوی ایدئولوژی حاکم دیدن باعث میشه که نتونی با جنبش‌های اجتماعی دیگر به شکل منطقی ارتباط بگیری، از تجربه رو استفاده بکنی در واقع و اشتباهات رو کمتر بکنی. این جنبش مهمترین بُعد این مسئله است. در این چارچوب من میخوام بگم که وقتی کانون‌های معلمان در مقطعی طولانی متاسفانه خودشون رو جدا از جنبش‌های اجتماعی دیگر دیدند، عملاً در این فضای ایزوله قرار گرفتن، راحت‌تر سرکوب شدند و نتونستن به اون شکلی که در واقع شایستگیش رو دارند، حقش رو دارند، حمایت خانواده‌ها رو هم به دست بیارن به عنوان در واقع اولیا، شاخه دیگر از نظام مصورش هست معلمان و اولیا، نتونستن در واقع اون رو به دست بیارن. جای اولیای ما، دانش آموزان ما بسیار از اوقات فکر میکردن تمام دغدغه ما همه حقوق ما هست. این حتی بد نیست، اگر من معلم حقوق کافی داشته باشم، یعنی امت شغلی دارم، رفاه دارم و بهتر به فرآیند آموزش میرسم. اما همه خواسته ما این نبود. بهبود وضعیت مدارس بود، آزادی بند در مصورش بود، تغییر محتوای آموزش بود، در واقع انسانی تر کردنش، امروز دیگر کردنش، درگیری دانش آموز در فرآیند آموزش بود و تغییر سیستم مدیریت متمرکز که در واقع به آموزش لطمه میزنه. فکر میکنم یک مقدار از مشکل به این برمیگرده، به نگاه غالب در برخی از کانونها و البته این ادامه داره. من میخوام به این نکته اشاره بکنم که برام خیلی مهم هست. یک بخشی از مشکل که الان میشه روش انگوش گذاشت، در همین روزی که ما اینجا نشستیم میشه رو صحبت کرد، در زمان کاملا زمان حال هست، اینه که کانونهای معلمان احتمالا متوجه این نکته نیستند یا به طور عام این در واقع از این نکته غفلت کردن که نوع فعالیتشون رو متناسب با شرایط روز تغییر بدن. من میخوام بگم که اگر جامعه معلمی در مقطعی امکانش اعتصاب کردن بود و از این امکان استفاده کرد و پیروزی‌های مقطعی به دست آورد، اگر امروز اعتصاب کردن، تجمع را انداختن، تعطیلی کلاس به عنوان حرکت‌های صنفی توسط سیستم به شدت سرکوب میشه و به خاطر هزینه بالاش عملی نیست، اما کانون‌ها میتونند از در واقع با تغییر فعالیت در واقع شیفت کنن فعالیتشون رو به مجاری دیگری که هم گفتمان جامعه معلمی ادامه داشته باشه و هم بتونن در واقع مطالبات جامعه معلمی رو منتقل بکنن و در روزی که امکان
در روزهای آینده در شرایط بهتری این رو در واقع سریعتر به نقطه هدف برسونن. از این لحاظ اینو عرض میکنم که مثلا الان زمانیه که جامعه معلمان فعالان صنفی میتونن و تشکل صنفی رو بحثای تئوریک در واقع چیز بکنن، کار بکنن، بحثای کمتر حساسیت برانگیز هست برای سیستم سیاسی حاکم. مثلا چی؟ مثلا الان بخشی از که متأسف بخشی از فعالین صنفی در کشور درگیر نوشتن و ترجمه هستند در مورد آموزش مدرن و نوین و تنگناهایی که الان اینجا هست. اما متاسفانه من اخیرا دیدم در بعضی از مطالب که برخی از این فعالان از کانون جدا شدن. این به این معنا هست که کانون صنفی به خاطر غلبه اون نگاه سنتی نمیتونه این تغییر بپذیره و در واقع در خودش جذب بکنه. اگر نمیدونم اسم بردن درست هست یا نه، اگر بعضی از دوستان که صاحب قلم هستن مثل آقای مهدی بهلولی یا مرزان یک نژاد الان در کانون نیستند، این به این معنا هست که نتونستند، کانون اینا رو قبول نکرده، کانون در واقع اینا رو پس زده. اینا دوستان فعال صنفی هستن که سابقه فعال چندین ساله دارن و در دو سال اخیر در واقع خدمت بسیار زیادی به ادبیات آموزش کردن، در ترجمه، در تدوین مقاله، در تحلیل کمک کردن که شرایط مناسب تری بشه. اتفاقا اما میان کلامتون آموزش پرورش در چه دوره‌هایی این آموزش این خدمت رو و تجهیز دوباره معلمان رو جدی گرفت؟ آیا تو همون دوره سالهای 76 تا 84 ما می‌بینیم یا نه در دوره احمدی نژاد این قضیه ادامه داشت؟ آموزش ابن خدمت از بعد از انقلاب بوده البته، منتها باید بگیم که در چه مقطعی محتوای این آموزش در واقع مفیدتر و مؤثرتر بود. به نظر میسه در مقطع اصلاحات به خاطر اینکه در واقع فضای کلی فضای اصلاح و بهبود بود، آموزش ابن خدمت در اون مقطع هرچند به میزان ساعت هم زیاد بود، در واقع فکر می‌کنم تغییری یه مقدار از در واقع میزان ساعت آموزش ابن خدمت از مقطع قبل از دولت اصلاحات بیشتر شده بود، اما محتواش محتوای بهتری بود، یعنی این فضا فراهم شده بود. منتها این زیاد به نظر من اهمیت نداره وقتی بخوایم از لحاظ محتوای اینو در واقع تحلیل بکنیم. شما حساب کنید الان بحثی که حاج بابایی در اون سرش میکنه اینه که ما می‌خوایم دانشگاه فرهنگیان بذاریم، این اصلا مشکل ما نیستیم. ما برای اینکه معلم‌هامون در واقع ادامه تحصیل بدن مشکل نداریم، به اندازه کافی دانشگاه فضای علمی هست. اینکه در این فضاها چی آموزش داده بشه و این تغییر در واقع این افزایش آموزش معلم در زندگیش و در فرآیند آموزش هم تأثیر داشته باشه، این اهمیت داره، چیزی که اصلا بهش پرداخته نمیشه. این مسئله مهم هست. من اونو عرض می‌کردم خدمتتون که اگر کانون‌های صنفی معلمان، اگر جامعه معلمی نپذیره که بر اساس شرایط میتونه در واقع نقشای متفاوتی رو ایفا بکنه، منتها در راستای هدف معین، یعنی تاکتیکاشو تغییر بکنه، تغییر نده، در دستیابی به اهدافش ناکام خواهد موند. فکر میکنم کانون‌ها باید بپذیرن که دوستان فعالی که در حوزه تئوریک کار میکنن باید جذب بشن، باید بهشون فضای کار داده بشه، باید در واقع بهشون مسئولیت سپرده بشه. کانون‌های معلمان الان که امکان فعالیت میدانی نیست، کار تئوریک بکنن و دوستانی که این کارو میکنن باید امکانات، فضا و در واقع حق تصمیم‌گیری بهشون داده بشه. امیدوارم این اتفاق بیفته. چه سوال کوتاه و چه سوال دیگه هم هست؟ چه قشری الان توی امروز جامعه ایران میره به دنبال شغل معلمی؟ این سوال خوبی از این لحاظ که متاسفانه به خاطر وضعیت معیشتی دشوار معلمان و در واقع حاکمیت مطلق حراست و امنیت در فضای آموزش، معلمی نه در همه موارد منتها در بیشتر موارد اونطور که ما میبینیم و در واقع میشنویم و میخونیم انتخاب چندم معلمان هست، یعنی انتخاب اول نیست. همیشه قشری هستن که عاشق این حرفه هستن، عاشق آموختن، عاشق کارگردن با دانش آموز، عاشق در واقع تنوع کاری. کار معلمان کار یک نواختی نیست، صبح داره شب برگرد، هر روز اتفاق تازه‌ای درش میفته در کلاس، هر سال تو با عده جدید از دانش آموزان ارتباط داری. بدین لحاظ همیشه ما افراد عاشق علم و آموختن و دانش آموز داریم در مصورش، منتها این اکثریت نیست. به نظر میرسه در سال‌های اخیر منظورم در واقع تمام 20 سال اخیره، نه لزوما اوایل انقلاب هم، در تمام 20 سال اخیر قشر وسیعی از معلمان معلمی انتخاب چندمشون بوده. هرچند بسیاری از این افراد هم خوشبختانه وقتی وارد فضا شدن تلاش کردن که معلم‌های خوبی باشن، اما باید دید وضعیت معلمان در حبس هنوز کماکان تعداد زیادی از معلمان در زندان هستند. آیا گشایشی در کار اینها صورت گرفته؟
نه متاسفانه اونطور که من به طور مشخص حضور ذهن دارم، ما هنوز آقای انور حسین پناهی، آقای رسول بوداغی و آقای محمود باقری در زندان داریم. انور حسین پناهی بعد از حدوداً 6 سال امکان مرخصی داشت، در واقع چند هفته بیرون از زندان بود، دوباره به زندان برگردونده شده. رسول بوداغی بعد از حدود 4 سال زندان حتی یک روز مرخصی نداشته، نه در مسئله فوت پدرشون، نه در مسئله بیماری همسرشون نتونستن بیرون بیان. متاسفانه ایشون با ایشون خیلی در واقع در فضای بسیار بدی قرار گرفتن، مأمورین امنیتی یا مسئولین زندان، قوه قضاییه. من میخوام بگم که خیلی سریع بگم با ایشون لجبازی کودکانه میکنن. مرخصی حق زندانی هست. رسول بوداغی از نظر جامعه معلمی برابر استانداردهای در واقع یک نظام قضایی عادلانه بیگناه هست، اما بهش ظلم زیادی رفته و نظام قضایی که در بسیار از موارد ما دیدیم در نهایت بعد از مدتی در واقع حقوق اولیه زنده برسن میشناسن، در موردشون برسن نشناختن. محمود باقری خوشبختانه که مرخصی داشت در ایام عید و متاسفانه به زندان برگشتن، ولی رسول بوداغی همچنان در شرایط بسیار دشواری هستن. دوقلوهاشون ایشون اصلا دیگه نمیشناسن. رسول 3 فرزند داره، دوقلوهاش یک تا و ستایش وقتی میرن بهش میگن عمو در ملاقات میکنن. من امیدوارم در اون سیستم کسی باشه این رو بشنوه. لجبازی کردن سیستم قضایی با یک زندانی در واقع عمل بسیار زشت، غیر انسانی هست و هیچ توجیه هم نداره. مرخصی رسول بوداغی از زندان هیچ آسیب امنیت ملی و نمیدونم رفاه و نمیدونم آسایش عمومی و سیستم اصلا نمیزنه. این فقط یک لجبازی با انسانی هست که یک ذره از آرمانش کوتاه نیامده. همین فرصتی که ما صحبت میکنیم نزدیک به سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و یارانش هست. چطور میشه این رو تصور کرد که بعد از این گذشت زمان کماکان این پرونده هنوز نقاط ابهام زیادی داره در مورد دلایل اعدام، محل خاکسپاری، ماجرای فرزاد کمانگر چرا انقدر پیچیده و مبهمه؟ بله، اون شعر فردوسی هست میگه قصه ایست پر آب چشم. مسئله فرزاد واقعا قصه ایست پر آب چشم، فرزاد و دوستانش. خیلی در واقع اطلاعات زد و نقیز در این مورد زیاد هست. من شخصا در این مورد زیاد نوشتم منتشر کردم، هم پیگیر بودم با فرزاد، یا به تعبیر من با شهید فرزاد در زندان ارتباط داشتم در حدی که امکانش بود. واقعا نمیدونم چرا، یعنی اگر در اون مقطع که اینها رو اعدام کردند به خاطر ترس از اعتراضات مردمی محل خاکسپاریشون رو، محل دفنشون رو نگفتن، معلوم نیست چرا الان اعلام نمی کنن. بالاخره مادر فرزاد، خانوادهش، دوستانش و دوستانی که اعدام شدن، هم فرهاد و هم شیرین و اون دو تا دوستی همون که متاسفانه از زندان رفته، اسمش یک لحظه متاسفانه فراموش کردم، این دوستان همه در واقع خانواده‌هاشون حق دارند که از محل دفنشون خبردار باشن و اون مراسم آیینی رو به جا بیارن، یا به اون تعبیر شعر فروغ که خاک اشارتی است به آرامش، با رفتن سر خاک اینها در واقع آرامش پیدا بکنن. این آرامش رو سلب کردن از بازماندگان. خود اعدام فرزاد هم و دوستانش، من فکر میکنم، هرچند در واقع یک حدسه، این واکنشی بود به اعتراض سال 88، به خاطر اینکه در واقع با اعدام کردن اینها، با قربانی کردن اینها، از معترضین اون مقطع زهر چشم میگیرن که ما آماده سرکوب و کشتن هستیم، که تا همیشه بودن. کاش این کارو نمیکردن، چون در واقع مردم میدونن که اینها این توانایی رو دارند، نیاز به این نمایش قدرت خونین و تلخ نبود. فرزاد به نظر من قربانی شد، قربانی پرونده پیچیده‌ای که هیچ نقش درش نداشت. دوستان فرزاد هم که اعدام شدن با ایشون قربانی شدن، به این معنا که اساساً باید اینو بپذیریم، ما به طور به اونها یه قاعده کلی، همه بیگناهند مگر خلافش در یک دادگاه صالح رعایت بشه. این همه میگن اما بهش باور نداریم. حتی فعالین رسانه‌ای ما در بسیاری از موارد وقتی با پرونده سیامک مواجه میشن میگن این پرونده غلطه، چون معلوم نیست، به من میرسن قضاوت دیگه ای میکنن. این برای مثال عرض کردم، یعنی بپذیریم اگر شخصی در یک دادگاه صالحه با رعایت قواعد آیین دادرسی محاکمه و محکوم نشده باشه، حتما بیگناهه. اصلا اهمیت نداره این فرد از کجا میاد و به چی متهم شده.
بالاخره سیستم سیاسی یا امنیتی اگر بخواد کسی رو مجازات بکنه براش بهانه‌ای پیدا میکنه، حالا متناسب با محل زندگی، سابقه فعالیتش، علایقش، نوشته‌هاش، گفته‌هاش اینور اونور. ولی این اهمیت نداره. اگه بپذیریم که ما در واقع همه ما حق داریم، حق زندگی کردن داریم، حق اظهار عقایدمون رو داریم به شیوهی مسالمت‌آمیز، باید بپذیریم اگر سیستم کسی رو اعدام میکنه به این دلایل، این رو اعلام نمیکنه، برایش یه بهانه دیگه میتراشه، در واقع نمیگه من فرزاد رو اعدام کردم مثلا بخاطر اینکه معلم مؤثری بود در کامیاران، نمیگه من فرزاد رو اعدام کردم مثلا بخاطر اینکه به فلان حزب سیاسی گرایش داشت و این گرایش مثلا ممکن بود ادعی رو جذب بکنه. اینا اصلا اینا اگه جرم هست، اگه پدر اینا جرم هست، خب باید محاکمه بشن، منتها در یک روند روشن قضایی. مشکلی که در مورد پرونده فرزاد دوستانش هست، مثلا در مورد شیرین گفته میشه، من میخوام این اشاره بکنم، گفته میشه که شیرین میخواسته در یک پایگاه نظامی در تهران بمب بگذاره. در کدوم دادگاه، با کدوم شواهد، با حضور کدوم هیئت منصفه، کدوم وکیل مدافع این اثبات شد؟ هیچ کس این دادگاه رو ندیده. تمام دوستان زندانی زنی که رفتن در زندان برای اولین بار، شیرین پناهگاه اینها بوده. بهاره هدایت نقل میکنه ازش. برای نمونه آخرین مورد بود که وقتی از انفراد بیرون اومدم، کسی که منو در واقع بهش تکیه کردم، کمکم کرد من به وضع عادی برگردم، شیرین بود در زندان. این آدم نمیتونه بمبگذار باشه. مخالف سیاسی شما هست، اما لزوم آدم کش نیست. این من فکر می‌کنم ابهام این پرونده حل نخواهد شد تا زمانی در فضای آزاد در واقع دسترسی به همه مدارک و اوراق پرونده‌ای که نشون میده اینا قربانی چه توطئه‌ای شدن. اشارتون به شیرین علم‌حولی بود و برشک اعدام فرزاد کمانگر و یارانش. آیا شاید علوی سپاسگزارم بر شرکت در این گفتگو. من سپاسگزارم از شما. 19 اردیبهشت 1389 فرزاد کمانگر به همراه علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌حولی و مهدی اسلامیان به اتهام عضویت و همکاری با پژاک اعدام شد. اعدام او از سوی بسیاری کشورها محکوم شد و سازمان دیدبان حقوق بشر از او به عنوان یک معلم یاد کرد. برای شناخت بیشتر فرزاد کمانگر گفتگوی تلفنی داشتیم با برادر او مهرداد. گفتگوی تلفنی بابک گرجی. فرزاد معلمی مسئول بود. فرزاد معلمی بود که درد سرزمینش رو، درد مردمش رو خوب میشناخت و همیشه آرزو داشت که بتونه براش قدمی برداره و مسئولانه پای تمام وظایف و تمام رسالتی که بر عهده داشت مثل معلم ایستاد و رسالت خودش رو اجرا کرد. آخرین باری که با ایشون ملاقات کردین کی بود و چه صحبتی با ایشون داشتید و ایشون چه صحبتی با شما کردن؟ متاسفانه ملاقات های ما خیلی محدود و خیلی کم بود. تمام اعضای خانواده در طی 4 سال دورانی که ایشون در زندان بودن، زندان های مختلف، زندان اوین، زندان سنندج، بازداشتگاه اداره اطلاعات و بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه، خیلی محدود بود. آخرین ملاقاتی هم که ما داشتیم تقریبا شاید چندین ماه قبل از اجرای حکم بود. از اون وقت به بعد دیگه ما ملاقاتی نداشتیم با ایشون. فرزاد همیشه تو ملاقاتهاش با وجود اینکه بازجویان خودشون حضور داشتن، با وجود اینکه کاملا کنترل میشد، همیشه آرا افکار خودش رو من خودم شاهد بودم تو سالن‌های ملاقات که حتی خودشون هم حضور داشتن، نه تنها بیان میکرد، ازش هم دفاع میکرد. یعنی اگه تو یک نکته من حضور داشتم که بازجوها که اگه حرفی میزدن باب تب ایشون نبود، از مقام دفاع هم برمی اومد. همیشه در ملاقاتاش به عنوان خانواده، به خانواده قوت قلب بده، به خانواده اینطوری حرف بزنه که نکنه کوتاه بیان، نکنه مشکلات و فشارهایی که از طریق اداره اطلاعات و سیستم‌های امنیتی بر خانواده وارد میشه بتونه رونا تأثیر بگذاره.
صحبت‌هایی هست یا انتقادهایی هست در مورد مناسبت روز معلم 12 اردیبهشت، اون چیزی که تو تقویم درج شده، تاریخچه اون کشته شدن خانعلی سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب که این روز رو به کشته شدن مرتضی مطهری نسبت دادن و از سال 89 در شاید یک هفته بعد از این 19 اردیبهشت اگر اشتباه نکنم اجرای حکم برادر شما بود، در این مورد لطف می‌فرمایید که آیا روز معلم چه روزی باید باشه و همینطور در مورد فعالیت‌های خودتون در این مورد توضیح بفرمایید. معلمین مثل تمام اصناف و طیف‌هایی که تو جامعه ما هستن با توجه به زحمت‌هایی که مشقت‌هایی که دارن، زحمت‌هایی که می‌کشن و تمام به پاس اون تمام اون زحمت‌ها حتما باید یک روز به اسم اونها وجود داشته باشه تو جامعه. یک روز جهانی هست به اسم معلمین، تو ایران هم این موضوع جداست، یعنی سوای از روز جهانیش یک روز رو به عنوان روز 12 اردیبهشت رو سابقا به اسم روز معلم نامزد کرده بودن که از لحاظ تقویم با روز جهانیش خیلی متفاوته. در این روز آقای خانعلی که متناسب با شهادت ایشونه روز 12 اگه اشتباه نکنم تو دهه 40 که سن ما به اونجا قد نمی کشه، متقابلا بعد از انقلاب با استفاده کردن از این موضوع که متناسب شد با روز کشته شدن مطهری، این روز رو به عنوان روزی روز معلم که همون روز روز کشته شدن مطهری باشه خواستن به جامعه الحاق بکنن و بماند که موضوع پاسداشت و حرمت معلمی و این مسائل بماند که تا چه حد که معلم‌ها چوب خوردن، معلم‌ها کتک دست نیروهای امنیتی رو خوردن، معلم‌ها حکمای سنگین زندان و سنگین‌تر از همه حکم اعدام گرفتن که همون حول و حوش روز معلم. ما بعد از روز شهادت شهید فرزاد کمانگر و دوستانشون که از طریق همکارها و دوستانشون که در این زمینه مشوق و مشوق بودند و پیشنهاد دادند که بشه این روز براش کار کرد که این روز به عنوان روز معلم تو سطح ایران و حتی تو سطح جهانی بشه براش کار کرد، یک کارزاری که اگه بشه تأثیر گذاشت تو نهادهای بین المللی خارج از کشور که حتی این روز رو هم به عنوان روز معلم تثبیت کرد. برای موضوع کار شده خارج از کشور و یعنی تو سازمان‌های بین المللی درخواست داده شده، خیلی جاها خیلی نهادهای حقوق بشری مدنی از این موضوع حمایت کردند و یک سری اقدام هایی شده که فعلا هنوز شاید به نتیجه نرسیده باشه. اما جالب اینه که از 19 اردیبهشت به بعد شاید بگم اکثر معلمینی که رسالت فرزاد رو میشناختن و خودشون رو معلم میدونن روز 19 رو به عنوان پاسداشت فرزاد و به عنوان روز معلم تا اونجایی که ما بدونیم گرامی می‌دارن. و بشنویم نظر سواه نصری همبندی فرزاد کمانگر رو در این باره که فرزاد چگونه شخصیتی و چگونه معلمی بود. ما حدودای شهریور ماه سال 87 بود که بعد اعتصاب سراسری زندانیان کرد تو زندان‌های ایران ما رو از بند عمومی زندان اوین به بند اطلاعات یعنی 209 منتقل کردن و من بعد چند روز که انفرادی بودم منتقل شدم اتاق 122 که عمومیه و اونجا حدود 10-15 نفر آدم بودن و به محض ورود من فرزادم که اونجا بود متوجه شدم که فرزاد یه جایگاه خاصی بین همبندیاش داره و با اون شخصیت و رفتار منحصر به فردی که داشت آدم بسیار مهربانی بود و همزمان چون یه آدم سیاسی بود از روحیه بسیار مقاوم و مبارزی داشت و
به همین دلیل هم اطرافیانش خیلی به اون احترام میگذاشتن و جالب این بود که کسایی که اونجا بودن فقط آدمای سیاسی نبودن، آدمای اقتصادی هم اونجا بودن، آدمایی که اتهامشون مالی بود اونجا بودن و در واقع با طرز فکرهای مختلف و آدمایی با پایگاهی اجتماعی و فکری مختلفی که اونجا بودن عجیب بود که جذب شخصیت و رفتار و منش فرزاد شده بودن. و فرزاد چون تو اون شرایط وضعیت پروندهش میدونیم که حکم اعدام داشت، زیر حکم اعدام بود و اون روحیه‌ای که داشت واقعا جای تعجب بود برای همه همبندیاش که میدیدن آدمی که زیر حکم اعدام اینقدر روحیه داره، اینقدر با شهامت داره دفاع میکنه از حقوق زندانیایی که دور و برشن. و خیلی وقتا پیش میومد که بهشون به زندانیا مشاوره میداد که مسیر حقوقی پرونده اینجوری باید باشه و شما این کارا رو باید بکنین و خیلی در واقع کمک میکرد به همبندیاش. و کم نبودن اون آدمایی که متاسفانه تو انفرادیا اون چیزایی که بازجو بهشون میگفت، یعنی که میگفت که اعتراف کنن، بهشون تلقین میکرد که اگه این اعترافات رو بکنن آزاد میشن و اونا اعترافاتی میکردن که در واقع واقعیت نداشت. بعدن میومدن بند عمومی و فرزاد به اونا روحیه میداد، بهشون مشاوره میداد که جریان از چه قرار و اونا میرفتن تو دادگاه زیر اعترافات خودشون میزدن. این آدم ها کم نبودن و بعدا من چند نفرشون دیدم، هم دانشجوهایی بودن که تو دانشگاه ها بودن که تو بند عمومی من دیدمشون، به واسطه این کمکی که فرزاد بهشون کرده بود به اون میگفتن مرد بزرگ. یعنی فرزاد یه همچین وجهی داشت بین زندانی ها. به نظر من با اون شناختی که من از فرزاد دارم از دو وجه میتونیم ما پی ببریم که این آدم به چه سبک به این صورت در اومده بود که در واقع یه شاید اغراق نباشه اگه بگیم که سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده بود. من فکر میکنم که فرزاد به واسطه این که اون شرایط زیستش که تو کردستان بود، تو شغلش که معلمی بود تو روستاهای دورافتاده کردستان 12 سال شغل معلمی رو انجام داده بود با قشر ضعیف و ضعیف جامعه ما رو در رو بود و اونا برخورد داشت و به اونا کمک میکرد، در واقع ظلم ها و ستم ها رو چشیده بود، خودش هم بیشتر از اون قشر اومده بود و این مسیری که طی کرده بود باعث شده بود که از فرزاد آدم خودساخته‌ای بسازه و وضعیت خانوادگیش هم مزید بر علت شده بود، چون فرزاد در واقع از همون نوجوانی به یه جورایی میشه گفت که بار اقتصادی و معیشتی خانوادش رو دوش اون بود و این مسیر باعث شده بود که فرزاد آدم خودساختهی باشه و با رنج و زحمت در واقع زحمت زندگی عجین باشه و به این سبب بزرگ شده بود. و وجه دیگرش هم این بود که فرزاد یه شخصیت سیاسی بود و مشخصا نگاه اخلاقی به سیاست داشت و همین عامل باعث شده بود که کارهایی که تو حوزه عمومی فرزاد داشت، تو در قالب تشکلها و حتی گرایش‌های حزبی که داشت، این تربیت در واقع حزبی و که تو حوزه عمومی فرزاد به دست آورده بود همراه با اون مسیری که تو زندگی شخصی خودش تجربه کرده بود باعث شده بود که این آدم به واقع آدم منحصر به فردی باشه. و این فقط گفته من نیست، آدمای زیادی تو زندان با فرزاد بودن و به گفته خیلی از این آدم ها این آدم واقعا منحصر به فرد بوده و آدم بسیار مبارز و شجاع و مقاومی بوده که متاسفانه اینجوری شد که حکم اعدام بهش دادن و حکمش اجرایی شد و از پیش ما رفت متاسفانه. و نظر ریوین رحمانی، دوست و همشهری فرزاد کمانگر، معلم اعدامی کامیارانی رو بشنویم. آقای رحمانی اگه اجازه بدین من اول یه مقدمه کوتاهی در مورد سابقه آشناییتون با مرحوم فرزاد کمانگر بپرسم و بعد بریم سر شناختی که داشتیم و روحیات ایشون در این سالهای آخر. من در سال 82 زمانی که تو دانشگاه بیجند ما یک مجله دانشجویی داشتیم، یک فصلنامه کردی فارسی بود به اسم روشلات، بعد من سردبیر شماره 4 این نشریه دانشجویی بودم. به خاطر نیاز به همکاری روزنامه نگاران و کسایی که میتونستن در زمین مسائل اجتماعی تاریخی فرهنگی تو کردستان به ما
یاری برسونن، بتونن به ما کمک کنن در تهیه مطالب. من برای اولین بار سال 82 برای درخواست همکاری از زندیات فرزاد برای اولین بار ایشونو ملاقات کردم، یعنی اولین باری که ایشونو دیدم برای همین موضوع همکاری در یک نشریه کردی تو دانشگاه بود سال 82. بله، بعد از اون به طب ارتباطات بیشتری با ایشون داشتید. راجع به طرز فکرشون و روحیاتشون و اون آرمانهاشون، اهدافشون با هم صحبت میکردین؟ بله، فرزاد به عنوان یک معلم واقعا خدمتهای خیلی عظیمی به مردم شهر کامیران به خصوص و روستاهای دورافتاده انجام داد. به خاطر همین موضوع هم دانش آموزان فرزاد و مردم شهر کامیاران هنوزم با نام ماموستا تو کردی به عنوان معلم یادش میکنن، چون واقعا زحمات زیادی کشیده بود. فرزاد میتونیم بگیم یک مبارز انقلابی بود، اون معلم بود، فقط محیط محیط جای مبارزه اون نبود که بتونه شاگرداش و دانش آموزاش رو از راز روشنگری بتونه اونا رو تحت تاثیر قرار بده. در محیط خارج از کلاسه، در مدارس، هم توی شهر، تو مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، هنوز افرادی هستن تو شهر کامیاران که ترک اعتیادشون با پرستاری زندیات فرزاد کمانگر تونستن از اعتیاد بتونن اعتیادی که داشتن ترک بکنن. هنوز افرادی هستن که به سبب مشکلات خانوادگی نتونستن با هم یه زندگی سالم داشته باشن، به وساطت زندگیات فرزاد کمانگر الان از یک زندگی میتونن با هم زندگی بکنن. کلن فرزاد واقعا یک مبارز انقلابی بود تو همه عرصه، به خصوص تو مناطق کرمانشاه هم به خاطر سیاست آسیمیلاسیونی که توی منطقه کرمانشاه انجام شده بود با خیلی از فعالین فرهنگی این شهر در ارتباط بود، به آنها کمک میکرد، هم در خصوص برگزاری همایش هایی که در مورد زبان کردی باشه، در خصوص همچنین همایش هایی که تو شهر کامیران برای یاد گرامی داشته حلبجه، سالگرد بمباران شیمیایی حلبجه هم تو شهر کامیران فعال بود. به همین خاطر توی همه حوزه ها واقعا فرزاد جای خاصی داشت، یعنی به عنوان یک مبارزی توی همین عرصه ها فعال بود. نگرانی ایشون بیشتر در مورد وضعیت معلمان بود یا وضعیت سیستم آموزشی و دانش آموزان؟ ایشون 12 سال سابقه فعالیت تدریس داشتن، به خصوص توی روستاهای دورافتاده، به خاطر ستم مضاعفی که توی مناطق دورافتاده به خصوص مناطق کردستان وجود داشت، اون تبعیض و فقر و بیکاری که تو مناطق بود واقعا از دغدغه‌های فرزاد بود. به خاطر تجربیات تلخی که از دوران کودکی داشت، توی نامه ها اشاره میکنه که کودکیش با بوی باروت و بوی تیراندازی و رگبار اینا این کودکیش خاطرات بد از اون داره، فقط خیلی تلاش میکرد که این تجربیات تلخی داره بتونه برای دانش آموزان اینا تکرار نشه، یک دنیای بهتر برای اینا درست بکنه. بعدش هم در فعالیت های صنفی به عنوان مسئول روابط عمومی انجمن صنفی معلمان خیلی کوشا بود، چندین بار با تعدادی از مسئولین امنیتی که توی اداره آموزش پرورش شهر کامیاران بودن و تونسته بودن به خاطر فعالیت های راندخاری که داشتن تعدادی از زمینایی که حق معلمان زحمتکش بود اینا رو یه جوری به کسایی که نزدیک به وحده به نهادهای امنیتی بودن بدن، این دخالت کرد و تونست فشار صنفی بیاره که این افراد نتونن به خواستهای خودشون برسن. کلن هم تو حوزه صنفی هم تو حوزه دغدغه‌هایی که نسبت به شاگردان داشت واقعا فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. فکر میکنی فعالیت های ایشون بیشتر باعث دستگیری و سپس حکم اعدام برای ایشون شد یا درگیری که با نهادهای امنیتی پیدا کرده بود؟ میدونی فرزاد به خاطر اون محبوبیتی که داشت، بعد به عنوان اون فردی که واقعا یک مبارز انقلابی بود توی شهر کامیان یک
قدرت سازماندهی خیلی عالی هم داشت. همین مسائل سبب شده بود که جمهوری اسلامی نسبت به فرزاد کمانگر خیلی حساس بشه. هم در سال 84 زمانی که شوانه سید قادر توی مهابات کشته شد، فرزاد اداره اطلاعات احضار میکنه و بهش اعلام میکنن که اگر تو شهر حضور داشته باشی مردم رو تحریک میکنی که اعتراضی انجام بدن و تظاهرات رو شهر انجام بشه. به خاطر اینا دنبال یک بهانه بودن، دنبال یه سناریو و توطئه بودن که فرزاد رو حذف کنن و این به این اتهامی که برای اینم تو تهران انجام دادن یک توطئه بود واقعا. شما خودتونم فعالیت سیاسی داشتین و بازداشت شدین، درسته؟ بله. آیا شما زودتر بازداشت شدین یا ایشون، یا بعد از دوران بازداشتتون تونستین با ایشون ملاقات کنین قبل از اینکه ایشون زندانی بشن و حکم اجرا بشه؟ من 4 ماه بعد از زندانی فرزه من تو کرمانشاه بازداشت شدم. فقط از تو زندان نتونستیم همدیگه رو ملاقات کنیم. بعد از زمانی که من از اداره اطلاعات منتقل شدم به زندان کرمانشاه، بازجوی من به من گفت که قرار فرزاد بیانن اطلاعات کرمانشاه ما ازش بازجویی بکنیم. منم یادم میاد تو هواخوری چند کلمه رمزی براش نوشتم، دوست داشتم اون پیام منو بگیره. یه کلمه بود که با درود و سلام انقلابی، حرف کردی بود که من نوشته بودم. خیلی دوست داشتم که فرزاد اینو بخونه. بعد از یک سال دوباره منو به زندان انتقال دادن، به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهور به میدان نفت انتقال دادن. من موقعی که رفتم تو اون اتاق، باجون به من گفت که فرزادم تو این اتاق بوده، برای چند ماهی که تو در اطلاعات بوده. خیلی گشتم چون میدونستم فرزاد هر جا بره یه یادگاری از خودش جا میذاره، حتما اگر دستش به قلم برسه یه چیزایی میتونه بنویسه تو اونجا یادگاری. خیلی گشتم روی لولی که از تو سلول رد میشد، این جمله رو اصلا فراموش نمی کنم: فرزاد کمانگر عضو سازمان حقوق بشر کردستان، تحمل کنید، قوی باشید. بعدم دوباره یه گوشه دیگه نوشته بود بر خودان جیانه. این یک جمله انقلابی که از زندانیان سیاسی کرد تو ترکیه بوده که یک مانیفیستو هست، یعنی مقاومت زندگی است. اینو نوشته بود. ولی متاسفانه هیچ موقع تا زمان بازداشت بعد از این نتونستم باهاش تماس بگیرم، نه ملاقاتی انجام بدم. خب، با سپاس از آقایان شاهد علوی و بستگان و دوستان فرزاد کمانگر برای شرکت در این برنامه افق. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. موضوع برنامه دوشنبه افق رسانه و انتخابات هست. مهمانها مسعود لواسانی، علی رفیعی و مهدی مهدوی آزاد هستند. افق 8 تا 9 شب ایران. تیمسار علوی کیا از مقامات بلندپایه ساواک درگذشت. حسن علوی کیا فرزند ابو تراب در سال 1291 در همدان متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی حقوق بود و در سال 1335 با درجه سرتیپی از ارتش به ساواک منتقل شد. علوی کیا به همراه حسن پاکروان از مؤسسین ساواک بوده و تا سال 1347 در درجه قائم مقامی سازمان باقی ماند. و در سال 1343 جهت بررسی وضع دانشجویان ایرانی به اروپا اعزام شد و در طول دوره حکومت پهلوی به عنوان مسئول بخش برون مرزی ساواک در آلمان خدمت کرد و در سال 1355 از ایران به آمریکا رفت و دیگر به کشور باز نگشت. علوی کیا در طول خدمتش در ساواک افراد زیادی را استخدام نمود که از جمله آنها میتوان به پرویز ثابتی، عیسی پژمان و علی خانی اشاره کرد. وی در سن 102 سالگی در شهر سندیگوی ایالت کالیفرنیای آمریکا درگذشت. آقای علوی کیا در بخشی از یک گفتگو که در اختیار برنامه افق قرار گرفت و در 11 اردیبهشت ماه 1391 پخش شد، درباره نگاه اعضای ساواک به محمد رضا شاه پهلوی توضیح می‌دهد. شرفیاب که شدی هیچ وقت دستش رو نموش. خیال نکن که خوشش نمیاد، خیلی هم خوشش میاد. از بس عرقشون رو چسبوندن به دست این، کثافت چسبوندن به دست این، میگه از هم منزجر. اینه دویم، چیزی که میخوای گزارش بدی اول خودت بهش معتقد باش. ببینید خیلی آدم حسابی بودا، گفت اول خودت معتقد باش که داری این گزارش کردی راست میگی، درسته. سیم، وقتی گزارش داده سرش بمون، ول نکن.
رویل نکنه هر که بد شما بدش بیاد ایست و من به جان شما در تمام مدت که شرفیاب میشدم این ستا رو رعایت میکردم. من علی حضرت دوست داشتم، خیلی چیزهای خوب داشت، باید آدم معاشرت میکرد تا میفهمیدی آدم چقدر انسانیت داره.